بچه ها سلام، حالتون چطوره؟ داداش محمد رضا اومده، مربی رسمی ای اف سی ورزش فری استایل فوتبال، و به تازگی هم داریم کل گل‌های 2024 یورو رو توی کانال تلگراممون دلالالو تحلیل میکنیم براتون. اما امروز اومدیم با آموزش شوت کاددار، اما این آموزش شوت کاددار از بیان خود من نیست. چندین سال پیش آقای مسی یه دونه ایونت دعوت شده بود که توی این ایونت چند تا چالش براش گذاشته بودن. یه دونه از این دروازه‌بانای ارزم به خدمتون دیجیتال میگن چی میگن، از اونها گذاشته بودن شوت میزد، بطری گذاشته بودن شوت میزد. یه خبرنگار میاد بهش میگه آقا راز این شوت های کاددار تو چیه که دنیا رو داره دگرگون میکنه. حالا چند تا نکته توی اونجا گفته، ما هم زدیم ترجمه کردیم و اینا، خودمون هم یکم روش کار کردیم، تونستیم یه آموزش تر و تمیز ازش براتون در بیاریم. بریم ببینیم لیونل مسی دوست داشتنی بارسا، آرژانتین، پی اس جی، میامی چجوری شوت کاددار میزنه. قبل از اینکه شما هر تمرینی بخواید انجام بدید، مخصوصا روزایی که میخواید تمرین فینیشینگ و شوت برای خودتون بذارید، باید به خوبی گرم کنید. اگر گرم نکنید خدایی نکرده عضلات پاتون اسپاس بکنه، مفصل‌ها آسیب می‌بینه. پس اول به خوبی گرم کنید. یه گرم کردن عمومی میگم برای کسایی که میخوان تمرین شوت زنی انجام بدن. میرسی توی زمین، بسم الله توپو ول نکن، هی شوت بزن. اولش باید گرم کنی و بعد آخر ویدیو هم میخوام بهتون میگم که چه نقطه هایی از پاتون رو باید قوی کنید که بتونید شوت کاددار مناسبی بزنید. اما این پست بعد از چندین سال توی یوتیوب جایزه داره. جایزه‌ش هم یه توپ مولتنه، همین که الان می‌خوایم باهاش شوت بزنیم. بین بچه‌هایی که کامنت انگلیسی معنی‌دار بذارن و پست رو لایک کنن، هفته دیگه توی پست بعدی برنده رو اعلام می‌کنیم. برین داداش محمد رضا گرم کردن رو بهتون یاد بده که کلی کار داریم. خب آقا برای گرم کردن 5 دقیقه نرم‌دویی با توپ فعلا کفایت میکنه. سعی کنید سرعتتون رو اصلا بالا نبرید و این نرم‌دویی رو با هر دو تا پاتون انجام بدید، بچرخید و بعد دوباره نرم‌دویی کنید به همین شکلی که توی تصویر میبینید. نرم‌دویتون رو سعی کنید با روی پاتون انجام بدید، دستاتون حرکت کنه و اینجوری نباشید، دستا حرکت کنه. بعد از که 5 دقیقه این کار رو انجام دادیم، حالا میریم ذره حرکات ریتمینگ میزنیم. همین 4-5 تایی که میگم کافیه. حرکت اول هم به بالا رفتن گردش خون شما کمک میکنه، همین که یک مقدار کشاله ها رو روانتر میکنه، مخصوصا الان که میخواید شوت بزنید. حرکت دوم همین حرکت رو به داخل میزنیم، فرود روی سرپنجه که کمرمون آسیب نبینه، دست ها ثابت، پرشی هم که داریم یه پرش خیلی کمیه. ریتمینگ سوم، پامون رو صاف میاریم بالا، باید درد رو پشت پایی که میاریم بالا احساس کنیم. از این سمت هم ببینید. حرکت چهارم همین کار رو به پشت میریم، یک مقدار عضلات سرینیمون درگیر بشه و همچنین انتهای فیله های کمرمون. اما بریم ببینیم چه عضلاتی رو باید قوی کنیم برای اینکه شوت کاددار بزنیم. برای اینکه شوت کاددار بزنیم کلا باید عضلات پا و عضلات میانه کمریمون قوی باشه. عضلات مچ پا رو کلا مچ پا رو بخواید قوی کنید، اشتباه عضله مچ پا، مچ پا رو بخواید قوی بکنید، ما قبلا یه سری تمرینات با کش مینی لیپ گذاشتیم که لینکش رو میذارم دیسکریپشن. اگر میخواید چارسر و هم استرینگ پاتون رو قوی کنید، همون تمرینات کش لوپ به اضافه یه آموزش شوت قدرتی داشتیم، تو اون چند تمرین اسکوات براتون گذاشتیم. پس عضلاتی که شما فعلا برای اینکه شوت مبتدی کاددار بذارید باید گرم بشه، چارسر، هم استرینگ و مچ پا هستش. اما بریم خود شوت کاددار رو ببینیم چجوریه. Let's go. خب آقا برای اینکه شوت کاددار بزنیم اول باید ببینیم به کجای توپ ضربه بزنیم. ببینید اینجا میشه بال، توپ رو به سه قسمت اول تقسیم کنید، 1 2 3. اینجا میشه بالای توپ که اصلا کلا کاری باهاش نداریم، اینجا میشه مرکز توپ، اینجا میشه زیر توپ.
زمانی که شما میخواید شوت کات دار بزنید، ضربتون بین مرکز توپ و زیر توپ هستش. شما اگه زیر توپ بزنید توپتون خیلی میره بالا، مرکز توپ بزنید نمیتونید به توپ اون پیچی که دلتون میخواد رو بدید. پس مرکز توپ یک مقدار پایین تر. حالا زمانی که میخوایم این زاویه رو مرکز توپ یک مقدار پایین تر بزنیم، زاویه ما باید تو شوت کات دار چجوری باشه؟ الان من پاراستم. ببینید اگر بخوام این زاویه رو مستقیم بیام عقب که آقای رونالدینیو میزد، کات دادن به این خیلی سخته، خیلی خیلی سخته. شما باید هر دو مچ پا به شدت قوی باشه، چرخش لگن خیلی قوی داشته باشی که بتونی پاتو بتابونی به این سمت. پس فعلا نمیخواد با این زاویه دورخیز شروع کنید، فعلا همینو میام عقب، یک مقدار مایل میشم. زمانی که میخواید این شوت کات دار رو بزنید، پایی که میخواد شوت بزنه سعی کنید جلوتر باشه. باز اگه رونالدینیو رویاتون باشه اینجوری پشت توپ وای میستاد. خیلی سخت زدن همچین ضربه ای، ولی اگه یه مقدار زاویه بدید و پای راستتون جلوتر باشه تمرکز بیشتری میگیرید. حالا آقا میریم سمت توپ. نه آخو منو باید یه جوری باشه که نخواهید با گام های زیادی برسید سمت توپ. الان من بیام اینجا وایسم مثلا، من باید کلی گام بزنم، تمرکزم گرفته میشه، تایمینگم هم حتما به اشتباه وارد میشه. اما زمانی که کمتر بیام عقب، این پام رو تنظیم کنم، خیلی راحت با یه گام به توپ میرسم. پس آقا اینم راجع به دورخیزتون، زیاد دورخیز نکنید. داداش محمد رضا یه نکته ای گفت، گفت آقا مرکز توپ نزنید، بین مرکز و پایین توپ. اما بهتون نگفتم با کجای پا بزنید. ببینید رفقا، شما هم میتونید با روی پاتون به توپ کات بدید، پیچ بدید. کات اشتباهه، چون شوت های ناکل شدم داره کات میگیره. هم میتونید با روی پاتون به توپ پیچ بدید، هم با بغل پاتون. این آموزش الان برای بغل پا هستش. ما قبلا گفتیم با روی پاتون چجوری به توپ پیچ بدید که لینک اونم براتون میذارم توی دیسکریپشن، میتونید ببینید. پس الان میخوام یاد بگیریم با بغل پامون به توپ کات بدیم. پس این ضربه کجاست؟ آقا این قسمت کلا بغل پاه، با قسمت انتهایش که اصلا گاهی نداره، چیز بی‌منطقیه. سعی کنید زمانی که دارید توپ رو شوت میکنید یک مقدار روی پاتون هم بگیره، یعنی دقیقا توپ باید برخوردش با اینجاها باشه. پس اینم با کجای توپ ضربه بزنیم. اما زمانی که شما دارید این شوت رو میزنید، خب باید پاتون رو در امتداد توپ حرکت بدید، پنجه پا رو موقع ضربه یه نمه تو کتونی بندازید بالا، نرید پاتون رو تو کتونی اینجوری بگیرید تا آخر بیارید بالا اینجوری ها. یه مقدار فقط موقع ضربه بندازید بالا، این توپ خودش پیچش بیشتر میشه. پای تکیهگاه باید کجا باشه؟ آه پای تکیهگاه نباید انقدر نزدیک، من پای تکیهگاه رو با پای راستم توضیح میدم، نباید انقدر نزدیک توپ باشه یا نباید انقدر دور باشه که فشار بیفته رو کمرتون، یا انقدر نزدیک باشه که اصلا نتونید ضربه بزنید. پای تکیهگاهتون توی این فاصله از توپ قرار بگیره بهترین حالته. حالا یه دونه بزنم ببینید. خب آقا اما این شوت کاددار رفقا نیاز به تمرین داره، نیاز به استمرار داره، نیاز به این داره که اگه یه باگی درون خودتون پیدا کردید بیاید کامنت بذارید بپرسید. توقع نداشته باش تو روز اول میری بزنی تپ کات بگیره بره اون گوشه. نه اصلا، اصلا و قطعا و ابدا همچین چیزی وجود نداره. پس با تمرین، استمرار و توکل به خدا قطعا شما میتونید شوت کاددار رو بزنید با همین چند تا نکته ای که گفتم. یک نکته انتهایی هم میمونه بچه ها، پاور و قدرت شوت شما هستش که اون یه چیز غریزیه نسبت به فاصله ای که دارید باید پاور بدید. الان مثلا من فاصله نسبتا نزدیکه بخوام پاور زیادی بدم، خب توپم یا خیلی میره بالا یا اصلا اون کنترل از من خارج میشه. پس این پاور و قدرت شوت هم قطعه به یقین به دست شما هستش، باید انقدر بزنید تا این پاور تو هر فاصله ای خواستید بزنید دستتون بیاد. خب آقا امیدوارم از دیدن این آموزش لذت برده باشید. جایزه این پست هم یادتون نره یک عدد توپ مولتن برای بچه که کامنت انگلیسی بذارن و پست رو لایک کنن. توی آموزش بعدی برنده رو مشخص بکنیم و کامنتشو به عنوان کامنت برتر روی ویدیومون میاریم. دوستتون دارم. داداش محمد رضا نوکر پوکر همتونه. یا علی مدد، خدا نگهدار.